1 تیر ماه 1397 خورشیدی و 22 ژوئن 2018 میلادی. امشب در صفحه آخر می‌پردازیم به فاجعه دیگری که هفته پیش در ایران شهر بلوچستان فاش شد. تجاوز به ده‌ها دختر در این شهر که متجاوزانم یا آقازادن یا مربوط به آقازاده ها، از جنس فجایع اجتماعی که داره کم کم جز به اتفاقای معمول نظام چی بگم مقدس جمهوری اسلامی در میاد. امشب همچنین هویت ناظم مدرسه معین در تهران و که تعرض جنسی کرده بود به شاگردای این مدرسه فاش میکنیم و اگر فرصت شد به یکی دو موضوع دیگه هم خواهیم پرداخت که بذارین در طول برنامه بهتون بگم. قبل از تقدیم خدمتتون عرض کنم که به روال معمول برنامه‌های صدای آمریکا نظر مهمان محترم برنامه الزاماً نظر صدای آمریکا نیست. تقدیمی این هفته تظاهرات بخشی از بازار تهران. یادمون نره تو این تب گرفتگی فوتبال که هممون رو گرفته و خیلی هم خوبه، البته یادمون نره که تظاهرات مردم سفره خالی که دیگه فقط به مال باخته های مؤسسه های مالی و بانک ها محدود نمیشه و دیگه فقط به بستن دکون بازار و اعتصاب منحصر نیست. مغازه‌داران بازار کفاشان تهران دوشنبه 28 خرداد خیابون سپهسالار تهران تقدیمی به بازاریان تهران. جمعه پیش ایران شهر مسجد جامع نور مولوی طیب زهی. دختری که از سر کار برگشته به منزل داخل کوچه که رسیده ماشینی آمده داخل کوچه جلوش رو گرفتن و به زور سوارش کردن. در ماه رمضان آمدن جلوش به زور سوارش کردن. همسایه ها تا جنبیدن و به هر حال چی کردن ماشین رفته و تا غروب این خواهر مسلمان در دست این گرگ ها بوده. بعد آوردن رساندنش منزل. پدرش دیروز آمده بود زار زار گریه میکرد، میگفت زمین دهن باز میکرد، من و بچه هام و خانواده هم میرفتیم ولی این ننگ به دامان ما نمیافتاد. تا دیشب این نماز عشا که دوستان خبر آوردن، الحمدلله خداوند متعال این اوباشا رو گیر انداخته، یکی گیر افتاده، انشالله بقیه هم گیر میافتن. تا دیشب که اعتراف کرده باور نمی کنید، اصلا مغز سرم سود کشید، اعتراف کرده 41 خواهر مسلمان اینا تجاوز کردن. یکی از این آباشا فرار کرده جای رفته. دیشب من گیرش آوردم با تلفن از یک جایی، گفتم تو چه مانده خودت میای معرفی میکنی؟ اگر معرفی نکردی هر تو قله کاف هم بری ما گیرت میاریم. مگه مملکت حساب کتاب نداری؟ همین بچه های من و شما بودن، اگر اسم بگیرم به خدا عده سرشون همین جای پایین میفته. اسماشون رو با من گرفتم، بچه ها کی هستن؟ حتی یه تعدادی حاضر نشدن بیان در دادگاه، فقط دو سه نفر الان آمدن جناب مولانا، جناب آقای فرماندار. باور بکنید اصلا آدم آتش میگیره. آقا این مسلمان بعدم میگن که دعا بکنی برای باران، دعا بکنی برای فلان. خب با کدوم دهن؟ خدا میگه اعمالتون اینه. صفحه اول نشستی خبر نداری پسر چی کار میکنه. تعدادی هستن تو همین شهر، اینا یه تیمی هن. مولوی طیب جمعه پیش سخنرانی در نماز جمعه، نماز عید فطر در مسجد جامع نور ایران شهر.
میگه صفحه اول نشستی خبر نداری پسر چی کار میکنه. منظور این آدمایی هستن که بله صفحه اول نشستن، میبینین در دیدار با امام امت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای، امام جمعه حکومتی اهل سنت ایران شهر مولوی عبدالصمد کریمزاهی، امام جمعه نیک شهر مولوی عبدالله وحیدی فر، امام جمعه محترم آباد مولوی الیاس قاضی و نبی بخش داوودی فرماندار بسیجی ایران شهر که حالا صحبتش هم خواهید شنید در طول برنامه، و یه عده دیگه هم بودن از سران بسیج عشایری منطقه جنوب و استان سیستان و بلوچستان. یکی از اینا، از اینایی که اون صفحه اول نشسته، ایشون هستن، مولوی الیاس قاضی، عموی یکی از متهمان اصلی در این ماجرا، در این تجاوزها. حالا بهشون میپردازیم اون تک تک. صحبت‌های امام مسجد جامع نور ایران شهر مولوی طیب وقتی پخش میشه، مردمی که از این ماجراها کم و بیش خبر دارن اما مطرح نمی‌کنن تظاهرات میکنن. مطرح نمی‌کردن تا زمانی که مولوی طیب گفت اینو، چون هم از آبروی فک و فامیل آشنا که تو همین دخترای قربانی هستن میترسیدن، به هر حال هم به دلیل وابستگی خانوادگی این باند متجاوز جنایتکار به مسئولان حکومتی. از اونور حکومت چی کار میکنه؟ دوشنبه 28 خرداد حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور با تکذیب ادعای مطروح مبنی بر تجاوز به تعدادی از بانوان در شهرستان ایران شهر از پیگیری این موضوع در دادستانی کل و مراجع قضایی استان سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت مطابق اعلام مقامات قضایی محلی و دادستانی مرکز استان سیستان و بلوچستان و بررسی هایی که بنده یعنی منتظری دادستان کل کشور به عمل آوردم، موضوع به این ترتیبی که مطرح شده تکذیب می‌گردد. وی تصریح کرد شکایتی از سوی دو یا سه نفر از بانوان انجام شده که باید دید موضوع در چه حدی و به چه کیفیتی بوده است و آیا شکات به شکایت خود باقی هستند یا خیر. بعدم با صراحت میگه مولوی طیب رو تعقیب قضایی میکنیم، کسی که فاش کردین. ببینید تو صحبتاش براتون خوندم، یک کلمه درباره احقاق حق برای ستم دیده و مجازات ستمگر و تجاوزگر نیست. همش داره میگه شک و شبهه آخوندی. ببینید بعدم با صراحت گفتم میگه تعقیب قضایی میکنیم. دادستان کل کشور گفت کسی که چنین خبری را ساخته، یعنی مولوی طیب، و بی مبنا در یک جمع عمومی و مراسمی اعلام کرده است، حتما باید بتواند این ادعا را اثبات کند و در غیر این صورت این اقدام با عنوان اتهامی تشویش از خان عمومی به موجب قانون قابل تعقیب خواهد بود. من الهی قربون این قانون شما برم. رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان هم میاد در گفتگو با ایسنا خبرگزاری دولت، یکی از خبرگزاری‌های دولت، میگه ادعایی که از سوی آقای مولوی طیب در نماز جمعه ایران شهر اعلام شد مورد تأیید ما نیست. ببینید این تکذیب بیپایه و مغرضانه دستگاه قضایی مردم بلوچستان رو خب بدیهی است که جدیتر میکنه در بیان اعتراضشون تو خیابون، تو دانشگاه، تو مسجد، تو همون ایران شهر، تو زاهدان. مردم اعتراض میکنن، هم زنان بلوچ تظاهرات کردن هم مردان بلوچ در اعتراض به این وضع، و دانشجوهای دانشگاه زاهدانم، بله اینا جدا جدا که درباره قربانیان تجاوز سکوت نکنید، قربانیان تجاوز سکوت نکنید، این شعاری است که بیش از همه میبینیم که دست مردان و زنان بلوچه. بعد دانشجوهای دانشگاه زاهدان علیه لاپوشونی کردن، کتمان کردن این جنایت ها و نرمش در برابر این بس توسط حکومت واکنش نشون میدن و تظاهرات تو ایران شهر میکنن. تظاهرات جلوی داروخونه عموی یکی از همین لاتولوتا پدر یا عموی یکی از همین لاتولوتای متجاوز که میگن کیه.
خب حکومت میبینه نمیتونه قضیه رو لاپوشونی کنه و منکر بشه. ببینین فرصت داریم، میخوان یه تیکه اون تظاهرات توی ایران شهر هم پخش بکنیم در همین زمینه، اونو پخش کنیم که بعد من بپردازم به صحبت ها. بسیار خوب، اونو پخش کنیم. خب تو این فاصله که مردم تظاهرات میکنن، اعتراض میکنن و اعتراضهای دیگه هم هست، حتی از طرف روحانیون اهل سنت که باز در طول برنامه خواهیم دید، در همین چند روز گذشته حکومت چه میکنه؟ چهارشنبه 30 خرداد حجت الاسلام حمیدی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در رابطه با اطلاعات جدید در خصوص موضوع آدم ربایی در ایران شهر اظهار کرد. کلمه ها رو توجه کنین، موضوع آدم ربایی در ایران شهر اظهار کرد. تعداد افرادی که به عنوان شاکی خصوصی در این پرونده شکایت کردند به 5 نفر رسیده که از این تعداد 3 نفر بحث تجاوز را مطرح کردند. از 2 نفر دیگر که کلش 5 نفر بوده، 1 نفر فقط موضوع آدم ربایی و دیگری هم موضوع ایراد ضرب و جرح را مطرح کرده. خانم نیز ادعا کرده که فرد دستگیر شده نسبت به دو دختر وی ایجاد مزاحمت کرده و این مسئله که اصلا تجاوزی هم شکل گرفته یا خیر در حال بررسی است. حمیدی افسود که ببینید شاکی خصوصی، یعنی ما کاری نداریم، ما اولش گفتیم که تکذیب میکنیم، مورد تایید ما هم نیست این صحبت هایی که گفته شده است در تریبون عمومی در نماز جمعه. مولوی طیب گفته تعقیب قضاییش هم میکنیم، حالا هم که داریم میریم دنبالش، مهم اینه که ما ببینیم شاکی خصوصی هست یا نه. اگه نیست که خب دیگه نیست دیگه. قاضی عدلیه چه میدونم هر اسمی روش میذارن، مدعی العموم هرچی، اینجا اصلا مرده، وجود نداره. اگه کسی جرأت کرد بیاد شکایت بکنه که ما بابای خانواده‌اش رو در نیاریم، جرأت کرد بیاد شکایت بکنه، به خاطر اینکه یارو، حالا خواهیم دید، روشن‌تر خواهیم گفت در طول برنامه که اینا چقدر وابسته به حکومت. اگه کسی جرأت می‌کنه بیاد شکایت بکنه، خیلی خب، ما مجبوری، مردم شلوغ دارن می‌کنن، یه کاری بکنیم. باری، وگرنه هیچی. حمیدی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان افزود کسانی که تحت عنوان تجاوز به عنف شکایت کردند همان 3 نفر اولیه بودند که تنها 1 نفر از آنها به پزشکی قانونی مراجعه کرده و مسئله تجاوز در خصوص 1 نفر تایید شده. 1 نفر هم که ما بچه بودیم میگفتیم یکی چش گاوه، 1 نفر هم قول چلی، 1 نفر گفتی، 1 نفر رسید به 1 نفر، 1 نفر هم حتما دروغه دیگه. بعد رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان حجت الاسلام حمیدی اضافه فرمودند که در شهرستان ایران شهر فردی نیز در تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان بازداشت شد از معترضا به این وضع. اون بازداشت شد که وی به عنوان لیدر مردم را برای اقدامات ضد امنیتی در شهرستان تحریک می کرده است. بعد تو مسجد ایران شهر جوان‌ها جمع میشن، از مولوی طیب میخوان که آزادی کسی رو که تو تجمع بازداشت شده پیگیری بکنه. خواستین که بازداشت، یعنی که مروچی بازداشت بودن، یکی آقای عبدالله بزرگزاده که باید تمام آزاد بن، ما در چارچوب قانون مسالمت آمیز تجمع کرده. بله. بعد 31 خرداد ابراهیم حمیدی دادستان استان حجت الاسلام در نشست مطبوعاتی فرمودند روبودن و تجاوز به یک دختر خانم در ایران شهر مربوط به روز 3 شنبه قبل از عید فطر است که فرد در روز 4 شنبه شناسایی و دستگیر شده. دستورات قضایی در روز 4 شنبه و 5 شنبه قبل از روز عید فطر و قبل از اینکه کسی مطلع شود اعلام شده. به تریبون کشاندن این موضوع نه شرعاً درست است و نه قانوناً، اما به هر حال این اتفاق به تریبون و رسانه ها رسید و 1 کلاغ 40 کلاغ شد. اگر برای ما ثابت شود که مولوی طیب سوء نیت داشته و با هدف تشویش اذهان عمومی این موضوع را از تریبون خطبه های نماز مطرح کرده، حتما با وی برخورد خواهد شد. همچنین توجه بفرمایید، اگر ثابت شود که بین دختر خانم شاکی که گفته به من تجاوز شده و تاییدم میکنن خودشون، بین دختر خانم شاکی و متهم تجاوز کننده
ارتباطات دوستانه سابقه داشته، حالا چه پیامکی، تلفنی و حضوری و رفت و آمدی با هم داشتند که آن ارتباطات سبب این موضوع شده، کدوم موضوع؟ یعنی آن ارتباطات سبب شده که پسر تجاوز کنه، سبب این موضوع شده، آن زمان دادگاه به گونه دیگر با متهم برخورد خواهد کرد. ببینید خیلی مهمه این صحبت. ذات جمهوری اسلامی، ذات آخونده میگه اگه با هم دوست بودن مثلا، یا حتی در حد پیامک فرستادن برای هم دیگه، و بعد پسره رفته دختر رو دزدیده بهش، تجاوز کرده علارغم میل دختر، رفته دزدیدتش بردتش بهش تجاوز کرده، موضوع طور دیگه ای میشه. چطور دیگه ای میشه؟ یعنی ممکنه دخترم شلاق بزنیم که زنا کرده، پسرم نمیدونم فلان کنیم که خب مرده دیگه. آقا جان تو دنیایی که با مدنیت سر و کار دارن، در کشورهایی که با مدنیت سر و کار دارن، زن میتونه شکایت کنه حتی که شوهرش بهش تجاوز کرده. علارغم خواستش بهش نزدیک شده. این مال دنیای شما آخونده نیست که میگین زن باید روی جهاز شطور رو تو ماشین زانسیام تمکین بکنه هر وقت شوهرش بخواد، مثل حیوان. حالا شوهر دائم یا موقت. مدنیت ربطی به دنیای شما آخونده نداره، که اگه تو هر جامعه ای که با مدنیت سر و کار داره، با شهرنشینی امروز سر و کار داره، فقط یک تعرض جنسی کافی است که تو رسانه‌ها طوفان به پا بشه، همه مردم در جریان جزئیات پیگیری قضایی قرار بگیرن. بارها این اتفاق تو همین آمریکا افتاده، تو انگلیس افتاده، خودتون خبراشش دیدین و شنیدین دیگه. شما مشکلتون اینه که علنی شده خبر، چون اسلام شما نابود میشه شرعاً و قانوناً به قول خودتون وقتی اینا علنی میشه. مشتتون وا میشه دیگه، که چی تو کلتونه؟ قانونتون چیه؟ مجراتون هم که خودتون هستی. داوودی فرماندار موحدی دادستان استان، برای اینکه جمع کنن قضیه رو، چون مردم دارن میان تو خیابون، میان سیمای جمهوری اسلامی آقایون قول میدن که قضیه پیگیری میشه و مردم ساکت باشن. خیلی میترسن از اینکه مردم بیان تو خیابون. همت و تمام تلاشمون در راستای پیگیری قانونی قضیه است و به محض تکمیل پرونده حتما برخوردهای قضایی لازم با متهمین و با مجرمین صورت خواهد گرفت. میخوان هر کسی از هر طیف از هر طایفی باشند، حتما من اینجا استدعایی که دارم، انشاءالله مردم عزیز ما اخبار را از طریق مراجع رسمی و مسئولین امر رصد بکنند. در خصوص این پرونده متهمین 4 نفر هستند که هر 4 نفرشون شناسایی شدند. اون یکی از متهمان که نقش اصلی داشته و مالک خودرو بوده دستگیر شده. 3 نفر متهم دیگه هم دستورات قضایی صادر شده و انشاءالله به زودی دستگیر خواهند شد. مردم بدونن دستگاه قضایی با جدیت و قاطعیت و سرعت موضوع رو انشاءالله دنبال خواهد کرد و نتایج رو به سمع و نظر همه شهروندان اعلام خواهیم کرد. چیزی که ما در قالب پرونده داریم، تا الان 3 نفر از خانم‌ها شکایت کردند. این عدد و ارقامی که به صورت غیر رسمی اعلام میشه اصلاً مورد تایید دستگاه قضایی نیست، اما چنانچه هر یک از شهروندان عزیز ما در این استان و در ایران شهر اگر از ناحیه این افراد مورد تعرض قرار گرفتن و یا خدای نکرده مزاحمتی براشون ایجاد شده، به دستگاه قضایی مراجعه کنن، قطعا به موضوع در اسرع وقت رسیدگی خواهد شد. نیاز نیستش که مردم بخوان بیان تجمع داشته باشن و تحصن داشته باشن. اجازه ندیم که از طریق کانال ها و فضای مجازی افرادی که در خارج از کشور به سر میبرن و خودشون جزء معاندین هستن، دستشون به خون افراد بیگناه این مملکت آلوده است، مردم رو به فراخوان و تجمع دعوت کنن. بله، تازه ترین اطلاع رسانی که دادستان استان فرمودن ما رو روز پنجشنبه است، همین دیروز، حجت الاسلام موحدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان از دستگیری یکی دیگر از متهمان پرونده اخیر ایران شهر خبر داد و گفت با توجه به رایزنی ریاست دادگاه فنوج و همکاری معتمدان و ریش سفیدان، متهم میم قاف از سوی خانواده خودش به صورت خودمعرف به مرجع قضایی تحویل داده شد. میم قاف کیه؟
محسن قاضی، پسر برادر الیاس قاضی امام جمعه محترم آباد شهرستان فنوج، یکی از همون صفحه اول نشسته ها تو جلسه با رهبر معظم نظام مقدس. بله، این جناب ملا الیاس قاضی از معدود آدمایی بود که سال 94، 3 سال پیش، وقتی علمای اهل سنت بلوچستان گفتن جوانای بلوچستان نباید برن سوریه برای حفظ حکومت اسد بجنگن، این ملا الیاس قاضی از معدود ملاهای سنی استان بود که گفت شیعه سنی نداره، باید همه جوانا برن برای اهداف انقلاب بجنگن و به اسم جنگل داعش و اینا. حالا نمیدونم با یکی از این جوونا که باید میرفته با داعش میجنگیده، خون میداده برای حفظ حکومت اسد و جمهوری اسلامی که برادرزادشه به اسم محسن قاضی، این آقای ملا الیاس قاضی چه میکنه؟ با اون چی کار میکنه؟ که به جای رفتن به جمع حافظان حرم، محافظان حرم تجاوز جنسی میکنه به حریم مردم. ببینید این عکس محسن قاضی است با اصغر روان، دو تا از کسایی که مدت‌ها آدم ربایی کردن و تجاوز به دختران مردم. در خدمت آقای دکتر عبدالستار دوشوکی هستیم، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن. خوش آمدید آقای دکتر دوشوکی به برنامه امشب صفحه آخر. آقای دوشوکی، تجاوز به دختران در ایران شهر بی تردید یکی دو روزه و مال این یه هفته ای نبوده که وقتی صحبت مولوی طیب از 41 مورد تجاوز میشه که شاید همش هم نبوده باشه، به هر حال از چند وقت پیش جریان داشته تا اونجا که شما اطلاع دارید؟ ببینید، اهمال خشونت توسط اونهایی که از طریق بعضی از نهادهای قدرت مورد حمایت بودن، به خصوص از طرف بسیج عشایری، در طی سالیان گذشته در ایران شهر وجود داشته و اینها یا به صورت سرقت‌های مسلحانه بوده، آدم ربایی بوده، قتل بوده، انتقام‌جویی طایفه‌ای بوده، ولی در این حال خود مردم ایران شهر هم دو نکته رو در رابطه با مشخصا تجاوز و آدم ربایی در رابطه با تعرض جنسی، چه در گذشته در مورد بعضی از پسران و چه در ماهای اخیر در مورد بعضی از دختران میدونستن. و اینی که امام جمعه ایران شهر مولوی طیب ملازهی این مسئله رو علنی کنه، یک واقعا دلیل مشخصی داره. ببینید، یک ماه پیش یک جنایت وحشتناکی در همون غرب ایران شهر در منطقه دلگان صورت گرفت. یه دختر بچه‌ای به نام عاطفه بامری مورد تجاوز یک جنایتکار قرار گرفت، ولی نه علماش رخ کردن نه مردم تظاهرات کردن، چون اون یک مسئله مشخص جنایی بود توسط یک آدم جنایتکار. اما مسائلی که در ایران شهر رخ داد، یک مسئله شخصی جنایی بین یک جنایتکار و یک قربانی یا چند جنایتکار و چند قربانی نبوده، بلکه یک مسئله بوده که بُعد اجتماعی سیاسی داره، به این صورت که این افراد همیشه مجاز بودن در زمینه جرم‌های مختلف، کما اینکه بعضی از اونها رو اشاره کردم، اینها تحت تعقیب قرار نمی گرفتن، همیشه تحت حمایت بودن. حتی تا اونجایی که من میدونم برخی از این خانواده ها شکایت کرده بودن، ولی از ترس این که همون که شما در گزارشتون گفتید و من شنیدم، البته من متاسفانه تصویر شما ندارم، ولی واقعیت اینه که اگر همون که داستان گفته، من اتفاقا دیشب صحبت‌های آقای منتظری داستان کل کشور رو گوش می‌کردم، ایشون میگفت در مورد تجاوز باید دو امر صورت بگیره تا ثابت بشه، یا اینکه خود متجاوز، خود متهم 4 بار اقرار کنه از نظر شرعی، یا اینکه 4 تا شاهد باید وجود داشته باشه برای اون تجاوز. یا من نمی‌دونم چطور میشه تجاوزی که میبرن انجام میدن 4 تا شاهد هم اونجا باید باشه. به هر حال منظورم اینه که این بُعد بسیار وسیع اجتماعی سیاسی داشته، به این صورت که اینها فقط یک مسئله جنایی بین یک شخص جنایتکار و یک قربانی نبوده، کما اینکه همان گونه که مثال زدم در دلگان اتفاق افتاد و جنایت وحشتناکتری از این بود، خیلی وحشتناکتر از این بود، اما این مشخصا مسئله جنایی بود. هیچ کسی تظاهرات نکرد، همه میدونن که تجاوز، جنایت در همه جا صورت میگیره، فقط مختص بلوچستان نیست، در خمینی شهر اتفاق میفته، در غرب تهران اتفاق میفته، در همه جای دنیا. ولی این بُعد سیاسی اجتماعیش با توجه به اینکه افرادی که این کار رو مرتکب شدن واقعا وابسته بودن به جناها، وابسته بودن به بسیج
و تفنگ بسیج اشعری رو داشتن و این قدرت رو داشتن. یکی از جامعه شناسان بلوچ مقاله جالبی رو هفته پیش گفت، اینا نوکیسگانی هستند که فکر میکنن با قدرت و زر خودشون، پول خودشون میتونن هر کسی رو جلب کنن و هر کسی رو که نتونن با زر و پول به قول خودشون تسلیم کنن، اون وقت از زور استفاده میکنن و این کار رو کردن. و این سخنانی بود که خود مولوی طیب ملازهی هم گفته بود که اینها صاحبان زر و زور هستن. و این بقیده من بود اجتماعی سیاسی این مسئله بسیار نگران کننده هست برای مردم استان سیستان و بلوچستان. آقای دوشوکی، آیا اینایی که تو این باند متجاوز بوده اند در چند ماهی که من نمیدونم، به هر حال چند ماه پرسیدم ازتون، شما شاید یادتون رفت که به اون سوال مشخص بپردازین که چه مدت فکر میکنید که، یا شنیدین یا گزارش ها به دستتون رسیده، به مرکز پژوهش های بلوچستان رسیده که چه مدت این جریان داشته و میدونستن مسئولان و سکوت میکردن؟ به هر حال این خیلی مهمه اولا بدونیم، و دو اینکه این افرادی که مال این باند تجاوز بودن، اینا یا خودشون عضو بسیج عشایریان یا نه خانواده هاشون مثل مثلا همون ملا الیاس قاضی و دیگران؟ اینا بیشتر خانواده هاشون عضو بسیج عشایری هستن. متاسفانه مشکلی که با بسیج عشایری وجود داره، افرادی مثل همین که شما اشاره کردید، آقای قاضی، من نمیدونم ایشون حتی الان فامیلیشون قاضیه، ولی بعد از انقلاب فامیلیشون رو عوض کردن، به قاضی گذاشتن که مثلا خودشون رو مذهبی نشون بدن و به بسیج اومدن. در رابطه با سوال مشخص شما، این قضیه حداقل دو ساله که ادامه داشته، اما به این صورت بوده که برخی از این وقایع که صورت گرفته، حالا نمیدونم اسمش رو چی باید بذاریم، در چارچوب فرهنگی کل کشور ما یا در بلوچستان مسئله دوستی بین دختر و پسر، یا حتی میتونیم مسئله اغفال رو بزنیم، موضوع اونجا علنی میشه که اینها جری میشن. یعنی این جوانهایی که پشتشون به بسیج واقعا محکم هست و امکانات مالی خیلی فراوانی هم دارن به همون دلیل، چون واقعیت اینه شما در بلوچستان اگر عضو بسیج بشید، با حکومت همکاری بکنید، از راندهای بسیاری برخوردار میشید. و اینها خب خانواده هاشون از این راندها برخوردار شدن، در نتیجه پولدار شدن، قدرت دارن، اسلحه دارن، زر دارن، زور دارن. و افرادی هم که می اومدن داروخانه اونها رو اغفال میکردن. ولی مشکل در عرض چند ماه گذشته و چند هفته گذشته اینجا شد که بعضی از اینها که مثلا اگه یک دختری به اینا میگفت نه، اینا اینقدر احساس قدرت میکردن که میگفتن حالا که گفتی نه، ما به زور این کار رو میکنیم، و متوسل به زور شدن و این دخترها رو روبودن برای اون کارهای جنایتکارانی کردن. به همین دلیل بقیده من خود علما، خود برخی از معتمدین ایران شهر واقعا به ستو آمدن که این مسئله در به عنوان یک مسئله گناه که مسئله خانوادگی باشه عبور کرده و به یک مسئله بزرگ، موزل بزرگ اجتماعی شده که در شهرهای، در شهر خود ما افرادی هستند که با اتکاب زر و زوری که دارن، دختران مردم، حتی اون دخترانی که قبلا هم ممکنه با اونا رابطه داشته باشن ولی دیگه میگه این رو نمیخوایم داشته باشیم، اونها رو، یا دخترایی که اصلا رابطه با خیلی هم رابطه نداشتن، اینا رو به زور روبودن و از هر کی خوششون میومده فکر میکردن که واقعا مملکت قانون نداره، که به احتمال خیلی زیاد نداره، حداقل برای این دسته از مردم که بالای قانون هستن، این فراقانونی میتونن عمل بکنن. ببینید آقای دکتر دوشوکی، افسون بر این دو نفری که عکسشون رو منتشر کردیم، محسن قاضی و اسقر روان، چه کسان دیگری در این باند ربایش و تجاوز بودن و چند تاشون دستگیر شدن؟ چون آخرین خبر میگه مثل این که دو تاشون دستگیر شدن، نمیدونم، به هر حال اطلاعات شما جامعه تره. نه، اینایی که دستگیر شدن، خب تا اونجایی که من میدونم همون شما گفتید و در فضای مجازی هم عکسش زیاد اومده، اسقر روان هست. یکی دیگرش که خودی خبرگزاری میزان، این خبرگزاری قوه قضایی هم دیروز اعلام کرده بود به نام میم قاضی در فنوج، که این یک سر نیست که اینا میگن خب این سر فاش شده. خب همه میدونن که صاحب مثلا داروخانه پاستور در ایران شهر چه کسی است، از کجاست، عقبش از فنوج، و اینکه این شخص رفته بود فنوج و از اونجا به احتمال خیلی زیاد ممکنه خواسته فرار کنه، ایشون رو دستگیر کردن که همون پسر آقای قاضی هست. افراد دیگری هم هستن که من شنیدم، نمیخوام اسم کوچک رو بگیرم، ولی فردی به نام بایگان هست
یک فرد دیگری هم هست که هنوز اون مشخص من نمیدونم و به همین دلیل نمیخوام اسم اون رو بگیرم، ولی به هر حال اینا کسایی بودن که جزء این باند بودن و این کارها رو میکردن. البته فقط این باند نیست، قبلا باندهای دیگری هم بودن. موقعی که آقای فرماندار داشت در بین مردم سخنرانی میکرد، بسیاری از مردم اسم اون جنایتکار قبلی رو فریاد میزدن که اون کجاست، چون اون قبلی رو هم دستگیر کردن اما هیچ خبری نشد. یعنی اونی که به پسرها تجاوز کرده بود در ایران شهر و یه باندی داشت، اون دستگیر شد، معلوم نشد که سرنوشتش چی شد. مشکلی که در ایران شهر اصولا در سیستان و بلوچستان وجود داره اینه که مردم به حکومت، به دولت، به نهادهای قضایی، نیرو انتظامی، سپاه، بسیج اعتماد ندارن. شما اگه اجازه بدید من در عرض یک دقیقه به شما بگم، در مثلا در سال در 26 شهریور سال 1381 یک دختر بچه در کنارک تجاوز شد، فرد رو دستگیر کردن ولی هیچ کارش نکردن، مردم تظاهرات کردن، در اون تظاهرات 4 نفر کشته شد، تعداد دستگیر کردن، در زندان هم 3 نفر دیگه کشته شدن، از جمله شخصی به نام محمد علی آبروان. بعد اون فرد متجاوز اصلا هیچ محاکمه نشد. روز دوشنبه 31 شهریور 96 در یک موتورسوار به نام شکیل قادری رو در چابهار شدیداً نیروهای انتظامی اونو زخمی کردن و حد کشت. مردم تظاهرات کردن، علما اومدن، رژیم دست به دامان علما شد، گفت به مردم بگید تظاهرات نکنن، ما این مامورین خاطی رو به سزای اعمال خودشون میرسونیم. نرسیدن. در 22 اردیبهشت سال 1394 هم وقتی در همین ایران شهر، در غرب ایران شهر، در بین روستای فکر کنم محمد آباد و کریم آباد بود که در غرب ایران شهر قرار داره، وقتی اینها شلیک کردن و 2 نفر انسان بیگناه رو که تو ماشینشون گازیول داشتن کشتن، مردم اومدن پاسگاه رو آتیش زدن، تعداد زیادی دستگیر شد. علما اومدن گفتن این اغتشاش نکنید، تظاهرات نکنید. مقامات قول دادن که رسیدگی میشه، رسیدگی نشد که هیچی، همون تظاهر کننده ها دستگیر شدن. در 25 اردیبهشت سال 91 هم در راسک مردم تجمع کردن بر علیه دستگیری یکی از علما، فردی به نام محمد دهقانی توسط نیروهای انتظامی کشته شد، 2 نفر زخمی شدند. مردم تظاهرات کردن، گفتن تظاهرات نکنید، این دشمنان در خارج سوء استفاده میکنند، شما مطمئن باشید نیروهای انتظامی و مراجع قضایی رسیدگی میکنند. رسیدگی نشد، بلکه تعداد بیشتری دستگیر شدند. در زاهدان در چهارشنبه 26 اردیبهشت سال 86 هم یک دختر جوونی به نام سارانی توسط نیروهای انتظامی کشته میشه. مردم اعتراض میکنن، میگن اعتراض نکنید، سوء استفاده میکنن، این ضد انقلاب و دشمنان در خارج، ما رسیدگی میکنیم. رسیدگی نشد. ماه گذشته هم فردی به نام سمسام و همین دکتر حمید سمسام اومد هرچی بد و بیراه گفت، توهین کرد، تظاهرات شد. مولانا عبدالحمید اعلامی داد تظاهرات نکنید. مسئولین قول دادن که در اسرع وقت اینو به شدت مجازات خودشون میرسونن و از این تظاهرات شما دشمنان سوء استفاده میکنن. ولی چی شد؟ حمید سمسام معلوم نیست کجاست. منظورم اینه که هر موقع مردم اعتراض میکنن، اینها دست به دامان علما میشن، یا با تزویر یا تطمیع یا تهدید، که الان تهدید کردن که مردم رو وادار کنید تظاهرات نکنن و ما رسیدگی میکنیم. و این متاسفانه این به اصطلاح وعده جمهوری اسلامی برای رسیدگی یک مسبوق به سابقه هست، سابقه خیلی طولانی و رسیدگی نکردن و همین باعث شده که مردم اصولا این اعتماد رو از دست بدن. و الان ما میبینیم که خود دادستان زاهدان گفت تمام این کارها زیر سر فردیست به نام حبیب الله بزرگزاده سربازی، یا حبیب الله سربازی، مسئول کمپین فعالین بلوچ یا همون یا صحاب، و برادر ایشون رو که شما هم من اون به اون صورت که شنیدم خب دستگیر کردن به نام عبدالله بزرگزاده. چند نفر دیگر رو دستگیر کردن، اونها رو آزاد کردن، برادر ایشون رو نگه داشتن و فکر میکنن که خب این فرد زیر سر، یعنی عامل و بانی تمام این تظاهرات است، که بقیه من اینگونه نیست و خود مردم این تظاهرات رو به راه انداختن. یعنی به جای اینکه برن متهمان رو دستگیر کنن و اونها رو به پای میز محاکمه بکشن، شاکی رو دستگیر میکنن، کسی که افشا کرده دستگیر میکنن، کسی که تظاهرات مسالمت آمیز کرده از در دفاع از غیرت و ناموس خودش، اون رو دستگیر میکنن و بس میدن به دشمن و غیره. متاسفانه این عمل کرده شده. مولوی طیب گفته است که
بنا به گفته متهم اول که دستگیر شده، تو صحبت که اول برنامه شنیدیم که نمیدونم احتمالاً اسقر روان باید بوده باشد، 41 مورد تجاوز بوده. چرا 3 مورد اعلام رسمی شده؟ تجاوز شده ها میترسند خلاصه شکایت کنند یا چی؟ ببینید، این یک واقعیت تلخی هست، در همه جای دنیا هست. من اتفاقا در این مورد یک تحقیقاتی کردم که اصولا این مقوله تجاوز، مقوله تعرض جنسی در همه کشورها وجود داره. در امریکا، آفریقای جنوبی، سوئد، هند، بریتانیا، آلمان، کانادا، سریلانکا، ایتیوپی، اینا در رده 10 هستند. کشورهای عربی حدود 37% از زنان گفتند در یک بار در زندگیشون مورد تعرض قرار گرفتند. در نتیجه من فکر کنم این آمارها در حداقل در استان سیستان و بلوچستان حدس میزنم کمتره، ولی نمیشد به یقین گفت، چون واقعیت اینه که در کشورهای آزاد دیگر این آمار میاد، اما در کشورهای ما این آمار نمیاد. در نتیجه ما نمیدونیم و به همین دلیل هم نمیدونیم که علت این چی هست. حالا این که چرا قبلا نیومدن، اجازه بدید من این مسئله رو خیلی شفاف دو دقیقه وقت داریم آقای دکتر. خب شما ببینید، در بزرگترین جای دنیا که زن و مرد با همدیگه آزادانه هستن، هالیوود هست. در هالیوود در طی 30 سال اخیر این تعرض‌های جنسی وجود داشته و زنها سکوت اختیار کردن، ساکت شدن، تا اینکه یه خانومی به نام آنتونی رپ بود که 46 ساله هست، اومد و گفت من 14 ساله بودم و من تجاوز شده، و بعد از اون یک جنبش بزرگ می تو یا من هم صورت گرفت که زنان هالیوودی اومدن در فستیوال‌های مهم دنیا لباس سیاه پوشیدن. منظورم اینه که وقتی در هالیوود، در آمریکا، در همه جای دنیا شما مواردی رو دارید که زنان سکوت میکنن، حالا به خاطر هر دلیلی، اینی که در بلوچستان هم چند زن سکوت کردن خب تعجب آور نیست، اما مسئله مهم این است که این زنان حداقل تا امروز 5 نفرشون اومدن جلو، و این نشون میده که پدران بلوچ برخلاف بسیاری از تبلیغاتی که متاسفانه در فضای مجازی شده که ممکنه اینها توسط خانواده هاشون از بین برن و خانواده ها متعصبن، مذهبین، غیره، هالیوودی ها که متعصب و مذهبی نیستن، چرا اونها 30 سال سکوت کردن؟ ولی در بلوچستان سکوت نکردن، اومدن شکایت کردن. اما دیدید فردی مثل مولوی طیب ملازهی که امام جمعه هست، وقتی شکایت میکنه ایشون رو تهدید به تعقیب میکنن. خب شما از آدم عادی دیگه چه انتظاری دارید؟ در ضمن متاسفانه در جامعه مثل ایران یا حتی عربستان، اگه یادتون باشه در سال 2006، 12 سال پیش، در قطیب هم یک کیسی بود که 7 نفر به دختر تجاوز کرده بودن، بردن دادگاه بعدن ثابت شد که بله تجاوز شده، اما این دختره در ابتدا دوستی داشته با این پسرها و به همین دلیل دختره رو به خاطر آغاز دوستی با اون پسر 200 ضربه شلاق زدن. حالا شما تصور کنید با توجه به تهدیدایی که مقامات قضایی کردن، دختره بیاد اگه ثابت بشه که این دختره بله مثلا رفته تو داروخانه، این آقا باهاش حرف زده، پیامک رد کرده، شماره تلفنش رو داده، پس تقصیر دختره است، دختره هم باید حداقل. آقای دوشوکی، یه سوال چند ثانیه‌ای میخوام جواب بدین، خواهش می‌کنم، که محسن قاضی فرار کرده بود از ایران شهر، رفته بود فنوج، درست عرض میکنم؟ بله، فنوج. که اونجا گرفتنش. فنوج جاییست که عموش امام مسجد و نماینده است اونجا، یعنی همون الیاس قاضی، ملا الیاس قاضی. یعنی رفته بود خونه اون پنهان بشه؟ مشخص نبود. الیاس قاضی خب هم چیز داره، خود الیاس قاضی من فکر کنم امام جمعه محتربات فنوج هست. ولی ایشون مشخص نیست. اون چی که الان در فضای مجازی مطرحه اینه که خود مولانا عبدالحمید خانواده ایشون رو متقاعد کردن که فرزندشون رو پیدا کنن بهتره و به دست مقامات قضایی بدن، و اونا هم حرف واقعا به خاطر حرف گوش کنی از مولوی عبدالحمید این کار رو کردن، ولی اصولا در کجا به اصطلاح خودش رو قائم کرده بود مشخص نیست، اما در حیات ناشار شد خودش رو تحویل بده. بسیار بسیار سپاسگزار آقای دکتر عبدالستار دوشوکی، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن. خب ترس حکومت فقط از تو خیابون اومدن مردم نیست، از اعلام مخالفت روحانیون سنی بلوچ هم هست، ولی همچنان داره با بلاهت واقعا اینجوری برخورد میکنه به جای اینکه بیاد شفاف واقعیت رو بگه. بلاهتی است که همه دیکتاتورها در همه جهان داشتن و دارن دیگه، تیشه به ریشه خودشون میزنن، وگرنه تا این لحظه اگر میتونست قطعا با مولوی طیب ملازهی امام مسجد جامع نور ایران شهر که این
جنایت ها رو فاش کرد، برای اولین بار برخورد میکرد، لااقل تا حالا نتونسته، چون روحانیون سنی دیگر در منطقه ازش حمایت میکنن. برای نمونه فقط یک ویدیو ببینین از یکی از روحانیون اهل سنت و استان، مولوی امان الله بلوچی، که قبلا امام مسجد یکی از مناطق شهرستان سرباز بود. داستان تجاوز برخی بوزین صفتان و حیوان صفتان به دختران سرزمینم واقعا مورد تأسف و تعلم خاطر گردید. از همدلی همه شما ملت ایران با هر عقیده و قوم و نژاد، به نمایندگی از ملت بلوچ، از اعماق قلبم تقدیر و تشکر می کنم. از مولوی محمد طیب امام جمعه ایران شهر که صدای این ملت مظلوم و دختران سرزمینم شد نیز تقدیر و تشکر می کنم، هرچند که وظیفه ایشان است. ما با همه کسانی که در راستای مجازات این متجاوزین و ظالمان قدم بر می دارن فعالیت می کنن، اعلام همبستگی می کنیم و دستشان را می بوسیم. ببینین قبل از اینکه هویت ناظم مدرسه معین رو در غرب تهران فاش کنم، بزنین خبرهای مربوط به جنایت در مدرسه معین رو یه مرور خیلی سریع و کوتاه بکنیم. سه هفته پیش بود برنامه‌ای که داشتیم در این باره از قول اولیای مدرسه گفتم که بیش از 100 نفر از دانش آموزای مرکز آموزشی غیر انتفاعی معین که برای هر کدوم اون بچه‌هایی که اونجا به اصطلاح رفته بودن درس بخونن، طفلیا، بین 10 تا 16 میلیون تومان برای یه سال فقط پول داده بودن این اولیا. به هر حال اینا توسط ناظم مدرسه مورد تعرض جنسی قرار گرفتن و تو فیلمی هم که نشون دادیم خود ناظم مدرسه گفت که فیلم‌های مستهجن در تلفن همراهش رو به دانش آموزا نشون میداده. بعد یکی از مسئولای مدرسه معین برای من نوشته که این تعداد 100 نفر اغراق و 5 6 نفر بیشتر نبودن، داستان اینجوری نبوده، فلان نبوده. آقا جان فیلم جنسی به کودکان نشون دادن یعنی چی؟ یعنی تعرض جنسی کردن به کودکان. یعنی این جنایت شبیه قتل میمونه در کشورهای گفتم که با مدنیت سر و کار دارن. این اتفاق در مدرسه معین در طول یک سال گذشته حداقل انجام شده. افسون بر این که ناظم مدرسه موفق شده برنامه‌های کثیفی هم با یه دست بچه‌های معصوم اجرا کنه. فقط 60 خانواده از اولیای شاگردا تومار مشترک نوشتن دادن به قوه قضاییه. فقط 60 خانواده. چی 5 6 نفر بیشتر نبودن فلان، اصلا یه نفر. دیگه اون تومار 60 امضای 60 خانواده رو که حتما شما مسئولین البته قدیم و جدید مدرسه معین، که خوشبختانه دیگه این مدرسه اصلا بسته شد، خبر دارین که حتی خبر رسمی از پرونده مال 20 روز پیش 12 خرداد میگه رئیس کل دادگستری استان تهران از شکایت 15 نفر از اولیا در این پرونده خبر داد و گفت امکان دارد افراد دیگری هم به تعداد شکات اضافه شوند. بنابراین اعداد و ارقامی که در رسانه مطرح شده در حال حاضر در پرونده مطرح نیست. ما موظفیم صرفا در محدوده پرونده قضایی و آنچه که به ما ارجاع و احاله شده اظهار نظر کنیم. اونا هم 20 روز پیش گفتم من نمیدونم تا امروز چند نفر دیگه اضافه شده. این پرونده ای است که تازه رهبر معظم دستور پیگیریشو دادن، وگرنه اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران و کل دستگاه قضایی دیدیم که در موارد مشابه مثل پرونده سعید طوسی محبوب پیشوا چه کردن، برعکس عمل کردن. به هر حال اما ناظم مدرسه که گفتن با وثیقه آزاد شده، این کیه؟ سید محمد حسین حائری‌زاده، ناظم مدرسه غیر انتفاعی غرب تهران، سه هفته پیش برنامه داشتیم درباره تعرض جنسیش به دانش آموزان مدرسه معین، چه رابطه‌ای داره با آخوندای حاکم؟ از بابا بزرگش بگم، نام پدر بزرگ حجت الاسلام سید جمال حائری‌زاده، متولد روستای ربات ملکی گلپایگان، نام مادر بزرگ معصومه اهل اسکو. ببینین این اعلامیه ختم عموی پدر ناظم مدرسه معینه و توجه کنین به این چهره نورانی،
مثل که این خصوصیت که در ناظم مدرسه معین بوده، این تعرض به بچه‌ها ارثیه یکی از این چهره نورانی بهش رسیده بوده. حاسد مرتضی حائری زاده که سال 93 مرد و این اعلامیه مجلس ختم میشه، قبل از اینکه بمیره خیلی زود برادرش که اسمش بود سید جمال حائری زاده میمیره. وقتی سید جمال حائری زاده میمیره، همین چهره نورانی که دیدین، اسد مرتضی حائری زاده که گفتم سال 93 مرد، زن جوان برادرش سید جمالو که 3 تا بچه داشت اون موقع عقد میکنه به عنوان زن دومش. یعنی چی؟ یعنی برای اون 3 تا بچه تا اون موقع عمو بود، از اون بعد پدرم میشه. هم نقش عمو رو داشته براشون، هم نقش پدر را. پسر بزرگ این آخوند، این چهره نورانی، میشه حجت الاسلام سید مهدی حائری زاده. کیه سید مهدی حائری زاده؟ پدر همین ناظم مدرسه معین. حجت الاسلام سید مهدی حائری زاده، برای نمونه یکی از سخنرانیاشون، گفت باید برای امام زمان و ولایت از آبروی من هزینه کنیم. خب پدر ناظم مدرسه معین، مدرسه بسته شده معین، چی کار هست خودش حالا غیر از آخوند بودنش؟ عضو حزب مؤتلفه اسلامی. اینان وقتی که مردم بدبخت میگن شما تجاوز میکنیم به جان و مال و ناموس ما، اینا دیگه عضو مؤتلفه آخوندم باشه. و حجت الاسلام سید مهدی حائری زاده اظهار کرد به گزارش روابط عمومی حزب مؤتلفه اسلامی تو یکی از نشستاشون، حجت الاسلام سید مهدی حائری زاده اظهار کرد امام حسین علیه السلام میفرمود به زیاد نماز خواندن، روزه گرفتن و حج رفتن و همچنین طولانی بودن رکوع و سجود افراد نگاه نکنید، تنها باید به راستگویی و امانتداری افراد توجه شود. چه امانتداری کرد پسر خلف شما حاج آقا تو مدرسه معین؟ این مملکتی که روحانیت فاسد حاکم ادارش داره میکنه. خبر کودک آزاری و تعرض جنسی که تو شرایط متعارف زندگی در مدنیت بارها گفتم یکیش میتونست جامعه ای رو به انفجار برسونه، خیلی عادی منتشر میشه، اینقدرم زیاد شده که هر یکی 2 هفته خبرهای مشابه جدید منتشر میشه. همین دیروز یه خبر منتشر شد بسیار مهم، باز اینو توجه بفرمایید. دادستان ارومیه گفت سال گذشته در پی تعرض سرایدار مدرسه راه شهدای ارومیه به یک دختر دانش آموز، عده‌ای با اخلالگری و آتش زدن اموال دولتی و خصوصی برخی افراد نظم عمومی را به هم زدند که در این راستا 156 نفر از عوامل دخیل در این حادثه دستگیر شدند. در کدوم حادثه؟ نگه دارین اینجا ببینین داستان رو باید از اول درست بگیریم. میگه سال گذشته در پی تعرض سرایدار مدرسه راه شهدای ارومیه به یک دختر دانش آموز، مردم عصبانی شدن، شلوغ کردن، وقتی خبر رو شنیدن اومدن تظاهرات کردن، 156 نفر رو گرفتیم. مجرمیت 54 نفر از دستگیر شدگان در واقعه آتش سوزی مدرسه راه شهدا به اثبات رسید. 54 تا رو براشون پرونده تشکیل دادن، دارن مجازات میکنن. بنابراین قرار جلب و کیفرخواست آنها صادر شده و مابقی دستگیر شدگان آزاد شدند. در میان دستگیر شدگان، یعنی بین اون 54 نفر، افرادی از سایر شهرستانها و محلات نیز دیده میشد، اما عمده دستگیر شدگان از اهالی اطراف مدرسه راه شهدا بودند. اینا رو داره دادستان ارومیه میگه ها. دادستان ارومیه با اشاره به کودک آزاری جنسی تصریح کرد در ارومیه هیچ گونه پرونده تعرض یا آزار و اذیت کودکان تشکیل نشده. پس چی شد اون تعرض سرایدار به دختر مدرسه که اول خبر خودت گفتی، اول صحبتات خودت گفتی آقای دادستان ارومیه؟ بعد آقای روزنامه‌نگار تو که این خبر رو چاپ می‌کنی، پس چی شد اون چی شد که میگید سال گذشته در پی تعرض سرایدار مدرسه راه شهدای ارومیه به یک دختر دانش آموز، عده‌ای با اخلالگری و فلان اومدن شلوغ کردن، اعتراض کردن؟ بعد میگی چی؟ همونجا میگه در ارومیه هیچ گونه پرونده تعرض یا آزار و اذیت کودکان تشکیل نشده. این چه جامعه ای آخه؟
که تعرض و تجاوز جنسی به یک کار معمولی و عادی مردا تبدیل شده. نه عدلیه هست، نه قاضی هست، نه پلیس. زنمون هم که قربونشون برم، داریم میبینین دیگه فکر و ذکرشون چیه. عدلیه، قاضی، روحانی، همشون این کارن. هر متجاوزی که فاش شده از زیر عبای همین آخوندهای حکومتی در اومده، غیر از کسایی که همین امروز امشب دربارش رو صحبت کردیم. مگه قبلا درباره مثلا قاضی منوچهری، حجت الاسلام منوچهری که الان قاضی شعبه 1042 مجتمع قضایی قدوسیه، مگه نگفتم که هر کی بهش مراجعه کرده باشه تا حالا میشناستش که هر خانومی میره اونجا بهش بند میکنه و یه بارم دست گل به آب میده، یعنی به یک نفر تجاوز میکنه، طرف میره میاد میگه شکایت ازت میکنه، مجبور میشه بگیرتش. الان زن دومشه، اسنادش رو هفته پیش پخش کردیم، وقت نداریم الان دوباره پخش بکنیم. به هر حال چی بگم، حتما بریم پرده آخر. صورت به این زیبایی سفید گرد، شب که از خونه میمد بیرون نیاز به چراغ نداشت، صورتش نور میداد و میرفت. کسانی که میخواستن تو کوچه تاریک برن دنبال اول فضا میرفتن. وقت نداریم یه دفعه دیگه پخشش کنیم. خیلی خوب. باش، شب و روزگار خوش.